روستای ابوالفضل، روستایی که فرماندار رژیم در اهواز منکر وجود آن شده و گفت روستایی به نام ابوالفضل در ساختار تقسیمات کشوری شهرستان اهواز وجود ندارد، اما یک سکونتگاه به این نام هست که جایگاه رسمی و قانونی در تقسیمات کشوری ندارد. زمین‌های این منطقه توسط افرادی فرصت طلب تصرف شده که خرید و فروش و ساختمانسازی غیرقانونی در آن انجام می‌شود. موضوع روستای ابوالفضل چیست و این روستا کجا قرار دارد؟ روستای ابوالفضل با 300 خانوار قدمتی 30 ساله دارد. اهالی مستضعف این روستا این روزها بر سر داشتن حق تک زمینی و سقفی بالای سر به عنوان خانه با بنیاد غارتگر موسوم به مستضعفان درگیرند. نهادی چپاولگر که قصد دارد با حکم حکومتی برای آوار کردن همان سقف فقیرانه بر سر مستضعفان این روستا لشکرکشی کند. زمین هایی که روستای ابوالفضل بران بنا شده 30 سال پیش برهوتی بود، میان شهرک زردشت و کیان شهر، کنار زمین های پدافند ارتش و ذره‌ای هم ارزش نداشت. حال با گذشت 30 سال و گسترش شهر اهواز که ساخت و ساز در این منطقه زیاد شده، ارزش زمین در این منطقه سر به آسمان زده است. همین امر باعث شده تا این بنیاد غارتگر که سال 57 با اسم پرتمطراق بنیاد مستضعفان و در ظاهر برای حمایت از مستضعفان بنیان گذاری شد، حالا به فکر یکی از میلیاردها قطع زمین‌های دورافتاده‌اش بیفتد. اهالی روستا می‌پرسند اگر این زمین نه انفعال که از آن بنیاد بوده چرا اکنون وارد عمل شده است؟ غم‌انگیزتر از خبر تخریب خانه‌های مردم بر سرشان، خبر دستگیری مردان روستا به حکم قضایی است. این مردان به دلیل مخالفت با تخریب خانه‌هایشان دستگیر شدند و شرط آزاد شدنشان وثیقه‌های چند صد میلیونی یا تعهد برای تخلیه خانه‌هایشان تعیین شده است. داستان روستای ابوالفضل نشان داد که از همان آغاز این بنیاد غارتگر نه برای حمایت از مستضعفین که برای چپاول مستضعفین و حمایت از غارتگران بنیاد گذاشته شده است. کمکی به مردم میکنن، نگاه کنید فاضلابمون، خونه‌هامون رو ببینید، با خدا به قرآن 15 ساله داریم توی یه دونه اتاق زندگی میکنیم، من و شوهرم و دو تا بچه‌هام، جایی که دستمون رو بگیرن، جایی که کمکی به مردم بکنن. راست نگاه کنید فاضلابمون، نه گازی، نه اسفالتی، نه آبی، نه درد درست.